سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای رابطه مهراب قاسمخانی و مارال فرجاد که این روزا شایعه شده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. پیمان و مهراب قاسمخانی از نویسندگان معروف سینما و تلویزیون ایرانند. پیمان قاسمخانی بعد از جدا شدن از همسر اولش خانم بهارگی رهنما با میترا ابراهیمی ازدواج کرد. با فرار رسیدن سالروز تولد مارال فرجاد، مهراب قاسمخانی و میترا ابراهیمی تولد ایشون رو تبریک گفتند. اما این تمام ماجرا نبود و میترا ابراهیمی همسر دوم پیمان قاسمخانی با انتشار متنی تولد مارال فرجاد رو تبریک گفت. البته همسر جدید پیمان قاسمخانی تصویری منتشر کرد که در اون پیمان و مارال فرجاد خیلی صمیمی کنار هم ایستاده بودند و همین اتفاق باعث حواشی زیادی از سوی کاربران در فضای مجازی شد. اونها توی یه سفر در کنار هم دیده شدند. مارال فرجاد متولد 16 مرداد 1361 در تهرانه. پدر مارال فرجاد آقای جلیل فرجاد و خواهرش مونا فرجاد نیز بازیگره. پدر مارال فرجاد اصالتاً اهل شهرستان مرنده. اون بازیگری رو از سال 1377 با حضور در مجموعه کت جادویی ساخته ی محمد حسین لطیفی در تلویزیون آغاز کرد. تا به حال در چندین نمایش و مجموعه تلویزیونی و سینمایی به ایفای نقش پرداخته که از جمله اونها نمایش های باغ شبنما، سلطان گداها، زندگی جاریست و غیره و مجموعه هایی چون حلقه سبز و روح مهربان و فیلم هایی مثل شام عروسی، پسران آجوری و ماه عسل ساده و دوست داشتنی بود. آقای جلیل فرجاد از بازیگران پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایرانه. خواهر مارال فرجاد نیز خانم مونا فرجاده که 2 سال از اون کوچکتره و اون هم بازیگر سینما و تلویزیونه. ایشون گفته با پدر و مادرمون دوستیم و رابطه که بسیار خوبی باهاشون داریم. وقتی کم سن و سال بودیم پدرم همیشه به ما میگفت اگه بدترین کار دنیا رو هم کردید از ما پنهون نکنید و بدونید حتی اگه دعواتون هم کنیم در نهایت شما رو حمایت میکنیم. همیشه با اونها راحت بودیم و هرگز اجازه ندادن ترسی وارد قلب و ذهن ما بشه. شاید همین صحبت‌های پدرم باعث شده که من و خواهرم همیشه با پدر و مادرمون صادق باشیم و اونها رو مثل یه دوست کنارمون داشته باشیم. باید از نزدیک رابطه ی استاد فرجاد با دخترانش رو ببینید و همینطور رابطه ی دخترها با پدرشون. به گفته ی خیلی ها اونها به قدری صمیمی هستن که گویی دوستانی نزدیک برای همدیگه هستن. و جالبتر از اون که خیلی هم با هم هماهنگ هستن و یه تلپاتی خاصی بین اونها جریان داره. مارال فرجاد به کمک پدرش بازیگری رو در سن 3 سالگی در تئاتر تلویزیونی به نام من هستم اما یک سیاه به کارگردانی اسماعیل شنگله آغاز کرد. او به صورت جدی در سال 70 به همراهی پدرش در تئاتری به کارگردانی مجید جعفری به ایفای نقش پرداخت. فعالیت سینمایی خودش رو در مقام بازیگری از سال 1384 با فیلم شام عروسی آغاز کرد و در تلویزیون نیز با سریال تا صبح یا مستانه در سال 85 به صورت رسمی وارد قاب تصویر شد. مارال فرجاد درباره راهنمایی‌های پدرش در ابتدای حضور در عرصه بازیگری گفته سال 79 یا 80 کوچه عواقیا رو به من و مونا پیشنهاد دادن که ما به خاطر اینکه صرفاً به عنوان بازیگر طنز تنها شناخته نشیم نپذیرفتیم. مهراب قاسمخانی متولد 16 آذر 1350 در تهران، نویسنده، فیلمنامه نویس و مترجمه. او فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس نقاشیه. ایشون برادر پیمان قاسمخانی نویسنده است. مهراب قاسمخانی نیز 2 بار ازدواج کرده. او در 23 سالگی با دختری به نام مریم گلرو ازدواج کرد و در 25 سالگی صاحب یک دختر به نام نیروانا شد. این زندگی مدتی بعد دچار حاشیه شد و سرانجام به طلاق انجامید.
مهراب قاسمخانی برای بار دوم در سال 1383 با شقایق دهقان بازیگر شناخته شده ازدواج کرد که این ازدواج هم تا سال پیش به صورت محسوسی به طلاق انجامید و نه شقایق دهقان نه خود مهراب قاسمخانی تایید یا تکذیب نکردند. اونها صاحب یک فرزند پسر به نام نویان شدند. مهراب و شقایق سر سریال پاورچین با همدیگه آشنا شدند. او در سال 88 به همراه برادرش پیمان قاسمخانی فیلمنامه ی فیلم سن پترزبورگ رو برای بهروز افخمی نوشتند. مهراب قاسمخانی فعالیت جدیش در صدا و سیما رو در سال 78 با برنامه ببخشید شما که برنامه طنز به کارگردانی مهران مدیری بود آغاز کرد. اما به گفته خودش اوج کارهای هنریش به مجموعه تلویزیونی پاورچین برمیگرده. در زمستان سال 1382 تا بهار 1383 مجموعه طنز نقطه چین رو با نوشته های خودش به اتمام رسوند. اما بعد از حواشی زندگی مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان، تبریک تولد متفاوت نیروانا قاسمخانی به شقایق دهقان حرف و حدیث هایی رو در پی داشت. مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان تصویر مشترکی رو از هم از بهار سال پیش تا کنون به اشتراک نذاشتن که این شایعه درباره جدایی این زوج هنری تشدید شد. البته شقایق دهقان و مهراب قاسمخانی در فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان هم در سال 97 با همدیگه نقش‌آفرینی کردند که به نظر میرسه با شایعه جدایی اونها این آخرین همکاری اونها در یک فعالیت هنری باشه. بعد از دیده نشدن در استوری ها و کامنت های همدیگه، شایعه جدایی این دو نفر بیش از پیش تایید شد. حالا بعد از گذشت حدود یک سال از این ماجرا، میترا ابراهیمی همسر پیمان قاسمخانی با انتشار عکسی در اینستاگرامش تولد مارال فرجاد رو تبریک گفت و نوشت: این عکس رو گذاشتم چون من تنهایی عاشقت نیستم. ما خونوادگی عاشق شماییم خانم. مارا جانم، مارای زیبای من، دریا دریا دوست دارم و برای داشتنت به خودم میبالم و آرزو میکنم پر باشی از عشق، پر باشی از نور، پر باشی از امید و پر باشی از زندگی. دوباره بریم سفر، دوباره یوگا کنیم، دوباره بخندیم بلند بلند عزیز دلم. دختر قوی، تولدت مبارک. بعد از اون هم مهراب قاسمخانی در حالی که در خودرو نشسته بود و در کنارش مارال فرجاد هم دیده میشد، با استوری تولد مارال فرجاد رو تبریک گفت و نوشت: تولدت مبارک فرجاد خانم. و زیرش هم یه قلب گذاشت تا این شایعه که این رابطه از دوستی معمولی صمیمی‌تر دیده میشه قوت بگیره. البته برنامه یه باید بدانیم هیچ کدوم از اینها رو نه تایید میکنه و نه تکذیب. حالا در روزهای آینده باید دید این رابطه چقدر جدی بوده یا در همون حد دوستی و شایعه باقی میمونه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.